درود بر شما آقای حسام نوذری و با سپاس از حضور شما در این مصاحبه. شنیدم که شما صهیونیست شدید، درسته این حرف؟ متوجه پرسشتون نمیشم. بله، عرض کردم که شما جزو طرفداران اسرائیل شدید و این در حالی که در گذشته هر کی که میخواست ادعای روشنفکری داشته باشه و ثابت بکنه با اسرائیل مخالفت میکرد، با جنبش چریکی و من میگم تروریستی فلسطینی ها همراهی میکرد و غیره و غیره. امروز شما در این باره چه میاندیشید؟ من 4 بار به اسرائیل دعوت شدم برای همایش های علمی. یهودی هم نیستم. در منطقه فلسطینی نشین هم صحبت کردم. ایران و اسرائیل یک رابطه دیرینه دارد، برمیگرده به هزاران سال پیش، و چون مرز مشترک ندارند از لحاظ جغرافیایی، یکی از زیباترین فرم‌های دیپلماسی رو میان خودشون ایجاد کردن و هدف از این همکاری به خصوص تولید ارزش‌های اخلاقی بود و در این زمینه پیروز هم شدن. برای مثال داریوش تشویق میکنه زنده نگاه داشتن زبان عبری رو، یا رابعی در حدود 1500 سال پیش تشویق میکنه یهودیان رو به پاسداری و نگاهبانی از زبان پارسی. بنابراین اگر از این دوره اخیر که ما بگذریم، که به راستی یک رژیم اشغالگر در ایران ما بر سر کار هست، شما امکان نداره یک صفحه سیاه میان ایران و اسرائیل پیدا کنید. امکان نداره. من خاطرم هست در سفری به اورشلیم در حدثه، در همایشی به عنوان سخنگوی اصلی در حدثه منو دعوت کردن که بسیار خود من هم تعجب کردم، چون تکرار کنم که من یهودی نیستم، ایرانی هستم. و از همون روز نخست که وارد اسرائیل شدم، واقعا شاهد عشق به ایران بودم و در اونجا اشاره کردم به این مسئله که شما امکان نداره در تاریخ این دو سرزمین، در تاریخ این دو فرهنگ یک صفحه سیاه پیدا کنید. امکان نداره، درست برعکس. و در این مورد 2 مقاله هم در هافینگتون پست چاپ کردم و 1 مصاحبه هم در جروزالم پست. اسم بیمارستان حداثا رو آوردید، توضیح بدید که حداثا چی هست و چرا شما رو دعوت کردند. حداثا یکی از بزرگترین مراکز پژوهشی هست در دنیا و طبیعتاً باعث سربلندی واقعا کشور اسرائیل هست و سالگردی بود و من به ناگاه یک دعوتنامه دریافت کردم برای سخنرانی در حداثا که همونطور که خدمت شما هم گفتم خود من هم تعجب کردم، اما سفر بسیار پرباری بود. موضوع سخنرانی شما حیفم اومد که به اسرائیل برم به عنوان یک ایرانی که یهودی نیست و تنها در مورد مسائل علمی صحبت کنیم. بنابراین پیشنهاد کردم و مورد قبول قرار گرفت. هم در مورد مسائل علمی صحبت کردم در حدثه، اما یک همایش رو هم اختصاص دادم به رابطه میان این دو فرهنگ، این دو سرزمین، و سری زدم به گذشته های دور، سری زدم به چند صد سال پیش، به چند هزار سال پیش و رابطه که میان این دو فرهنگ هست. و فرهنگ، بارها گفتم، به راستی فریاد در مقابل سرنوشت هست. در زندگی نه عدالت هست، نه اخلاق هست و نه منطق. این یکی از آموزه های چارلز داروین هست. در زندگی به راستی عدالتی نیست، اخلاقی هم نیست، و شاید این خود ما هستیم که بایستی تولید کننده اخلاق باشیم، شاید این خود ما هستیم که بایستی تولید کننده عدالت باشیم. و چون هدف نخست همکاری میان این دو فرهنگ تولید ثروت نبود، تولید ارزش های اخلاقی بود، در این زمینه بسیار موفق شدن و عدالتی رو برقرار کردن و منطقی رو برقرار کردن و اخلاقی رو برقرار کردن که قرنها و قرنها ادامه پیدا کرد، تا جایی که زمانی که من به طرف فرودگاه می رفتم، آقای راننده که اهل اروپای شرقی بود تا متوجه شد که من ایرانی هستم، اصرار داشت که سر راه زمان هست جایی بشینیم و من رو دعوت کنه در کافه رستورانی. و خاطرم هست که هر چقدر که اصرار کردم از من پولی قبول نمی کرد زمانی که ما به فرودگاه رسیدیم.
و خاطرات خوب خیلی خیلی زیاد دارم و هنوز هم این همکاری با دانشمندان اسرائیل، با دانشمندان مصر، با دانشمندانی که در مورد بحرالمیت تحقیق میکنند ادامه داره. بفرمایید که سخنرانی شما در بیمارستان حداسا چه موضوعی بود؟ یک مورد در مورد پیوندهای استخوانی بود، پیوندهای بافت نرم بود، در مورد میکروب شناسی بود و در مورد ویروس ها بود. اون بخش علمی بود. اما همونطور که گفتم حیفم اومد که بخشی رو اختصاص ندم به تاریخ میان این دو فرهنگ، این دو سرزمین. آیا وقتی که وارد بیمارستان سرسرهای بیمارستان حداسا می شدید یا از اونجا بیرون می اومدید یا تو آسانسور بودید با بیماران عرب هم برخورد کردید؟ هم برخورد کردم، هم زمانی که وارد منطقه فلسطینی نشین شدیم تا در اونجا هم سخنرانی کنم، دانشمندان اسرائیلی با من آمدند و هنگام بازگشت به درخواست من و موافقت اونها دانشمندان فلسطینی هم وارد بیمارستان حدسه اون بخش پژوهشی شدن و واقعا چه روز پرخاطره ای بود، چه روز زیبایی بود و تردیدی ندارم که آینده ما در گروه به خصوص همکاری های علمی هست. آقای نوذری، یه ریسه میخوام تاریخ رو بگین، تاریخ جدید رو، نه دوران کوروش و داریوش رو. ببینید پیش از آنچه که انقلاب نامش رو نهادن، ستیز با اسرائیل به عنوان یکی از موضوعهای اصلی در آمد. چرا؟ از لحاظ بیولوژیک ما دارای گیرنده‌هایی هستیم که این گیرنده‌ها در مغز ما عتیقه هستند. من یک بیولوژیست هستم، از این زاویه به پرسش شما پاسخ میدم. گیرنده‌هایی در مغز ما هستند که این گیرنده‌ها عتیقه هستند، مخصوص به گیرنده‌های ترس. و چون عتیقه هستند، دیرینه هستند، آنتیک هستند، به درد دنیای امروز نمیخوره. برای مثال چند صد هزار سال پیش اگر گذشتگان ما صدای بادی رو میشنیدن، ترجیح میدادن که فکر کنن که این یک موجود خطرناک و درنده هست و آمده تا اونها رو بخوره و پا به فرار میگذاشتن. یکی دو کیلومتر فرار میکردن و بعد متوجه میشدن که نه، این صدای باد بود. فالس پازیتیو در بیوستاتیستیکس خطا از نوع نخست. اما ما امروز در درون غار زندگی نمی کنیم، در بیابان زندگی نمی کنیم، بالای درخت هم زندگی نمی کنیم. اما این گیرنده کماکان با ما هست. یعنی ما به راحتی در مقابل حوادثی که رخ میده واکنش هایی نشون میدیم که بر اساس فالس پازیتیو هست، واقعیتی ندارد. و متاسفانه ما به ناگاه در قرن 21 پرتاب شدیم با همون گیرنده های قدیمی. و اگر شما انسان رو از آموزش و فرهنگ محروم کنید، این گیرنده به راحتی خودش رو نشون میده. یعنی کافی است که شما در آدم ها ایجاد عدم آگاهی کنید، ایجاد ترس و وحشت کنید تا بتونید از اون فالس پازیتیو، از اون خطا بهره مند بشید. بنابراین انسان اگر به ایران خود ما سر بزنید، حضور انسان در ایران ما برمیگرده به بالای 60 هزار سال پیش، در رشته های زاگرس، در پناهگاه های کلدر، کنجی، پاسنگر، بتخانه، که خوشبختانه در اروپا هم به ثبت رسیده. این گذشتگان شما و من هستند آقای امین. گذشتگان ما حدود 60 تا 65 هزار سال پیش وارد رشته های البرز شدند و این گیرنده های آنتیک رو، این گیرنده های قدیمی رو با خودشون آوردن. اما اگر دوام آوردن، اگر زنده موندن، اگر به یک زبان و فرهنگ قوی و زبانهای قوی و فرهنگهای قوی حیات دادن، به لطف همدلی بود، به لطف همیاری بود و به لطف هوای همدیگر رو داشتن. بدنها ضعیف شده بود، چنگالها ناخن شده بودن، مایچه ها ضعیف شده بودن، بازو ضعیف شده بود، خانه‌ای نبود، رستورانی نبود، بیمارستانی نبود. اما اگر همین انسان رو شما از آموزش و فرهنگ محروم کنید به خاطر اون گیرنده های قدیمی، به راحتی به ضد فرهنگ تنجیل و ستایش و تقدیس حیات میده. و ما شاهد این مسئله بودیم برای پاسخ به پرسش شما در سالهای اخیر. ضد فرهنگ تنجیل، ضد فرهنگ ستایش، ضد فرهنگ ترس، ضد فرهنگ اعجاز. چرا؟ چون ما ایرانیان رو از آگاهی محروم کردیم، ما ایرانیان رو از فرهنگ محروم کردیم. و بار دیگه تکرار کنم که در زندگی نه عدالت هست، نه اخلاق هست،
و نه منطق. این خود ما هستیم که بایستی به لطف آموزش، به لطف فرهنگ به اونها حیات بدیم. و در غیبت فرهنگ، در غیبت آموزش، این انسان به خاطر این گیرنده های قدیمی که در مغز خودش داره به سادگی، به راحتی، به حالتهای ابتدایی خودش برمیگرده. ما شاهد اون هستیم در افغانستان. اگر شما طالبان رو مقایسه کنید با صادق خلخالی یا حتی با بنی سعد یا حتی با بازرگان یا حتی با ابراهیم یزدی، تفاوتی نمیبینید، تفاوتی به راستی نمیبینید. شما نگاه کنید به کتابی با عنوان اقتصاد توحیدی، شما نگاه کنید به نوشته‌های آقای بازرگان، نقش فیزیک کوانتوم و وضو گرفتن یا آب کور، شما نگاه کنید به آقای شریعتی که عنوان دکترا هم واقعا نداشت، به او داده شده بود، واقعا مایه شرمساری هست. اما همه اینها برمیگرده که قرنها هست که ما در میهن خودمون با علم قهر کردیم، قرنها هست که ما تولید کننده علم نبودیم، ما مصرف کننده ابزار علمی بودیم، ما مصرف کننده ابزار علمی بودیم. و بنابراین کار من، کار افرادی مانند من که در خارج از کشور هستیم و دستمون باز هست، این هست که چراغ راه جوانان ایران باشیم. این جوانان ایران هستند که تصمیم میگیرن برای آینده ایران. کار ما تنها چراغ راه بودن هست، همکاری علمی هست، همکاری علمی با اسرائیل، همکاری علمی با مصر، همکاری علمی با مراکش، چه تفاوتی نمی کنه. و اجازه بدید با این جمله زیبا از چارلز داروین تمام کنم که به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، نه چی اندیشیدن، به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. و ما اگر سر بزنیم به گذشتگان خودمون، به عمر خیام، به زکریای رازی، به فردوسی، به حافظ، میبینید که اونها هم مرتب اعلام خطر میکردن. خرد افسر شهریاران بود، خرد زیور نامداران بود. با توجه به آنچه که گفتید، چرا روح الله خمینی ستیز با اسرائیل، حتی میتونم بگم ستیز با یهودیت رو یکی از حربه های خودش کرد در مبارزه با رژیم پیشین و این همه مردم ایران رو تحریک کرد علیه اسرائیل؟ چه هدفی رو دنبال میکرد؟ ببینید، روح الله خمینی پیروز نمیشد اگر ما اندیشه سنجشگر رو پیش رو گرفته بودیم. و اشاره من به 10 سال و 20 سال و 40 سال پیش نیست. ما قرنها هست که با اندیشه سنجشگر، با تفکر نقادانه خداحافظی کردیم. اگر اون نبود شاید کس دیگری می بود و اونقدرها هم نمیشه به این آدم اعتبار داد. یادتون باشه که حتی توانایی صحبت کردن به زبان فارسی رو هم نداشت. بله. شما اگر سری بزنید حتی به آقای بنی سعد، اگر سری بزنید به آقای بازرگان، واقعا میبینید که مایه شرمساری هستن گفته های اونها، یا آقای خلخالی یا آقای گیلانی، تفاوتی نمی کنه. مشکل ما یک مشکلی هست که بایستی با اون روبرو بشیم و اون آشتی کردن با اندیشه سنجشگر هست. و علم یک پروسه هست، یک فرایند هست. کار علم نتیجه گیری نیست، علم یک پروسه هست. کار ما آشتی دادن مردم ایران با اندیشه سنجشگر هست. حالا اگر یک پرسش پاسخ سطحی بخوام بدم در مورد خمینی، این هست که ایجاد ترس، ایجاد ترس همیشه کارگر هست. ایجاد یک دشمن، یک دشمنی که شما واقعا نمیدونید اون دشمن کی هست. حالا شده بود دشمن اسرائیل، اسرائیل نباشه کشور دیگری هست. این گیرنده ترس متاسفانه در غیبت فرهنگ، در غیبت آموزش، در غیبت آگاهی کار میکنه. سر بزنیم به گذشته های دور. اگر شما در بیشه هستید، در غاری هستید، در تاریکی هستید و صدای باد میاد، ترجیح میدید فکر کنید که یک حیوان درنده است و فرار میکنید. اما یادتون باشه ما امروز در غار زندگی نمی کنیم. ما دیگه در پناهگاه های کلدر، بتخانه، کنجی، پاسنگر در رشته های زاگرس و آلبرز زندگی نمی کنیم. ما در شهرهای مدرن زندگی می کنیم. اما این ترس میتونه به سراغ ما بیاد و اینها متوجه این مسئله شدن. با ایجاد ترس، با ایجاد وحشت، با ایجاد یک دشمن کردن میتونن به اهداف خودشون برسن. و اون واقعا حمایت از امت اسلام هست در مقابل حمایت از ایران و آینده ایران و جوانان ایران. آقای نوذری، شما یک پزشک هستید و میدونید که برای پرورش یک میکروب باید زمینه آماده باشه. آیا زمینه آماده نبود در ایران
با اعتقادات مذهبیشون، با اون ریشه های یهود ستیزانه که خمینی میآید و از ترور فلسطینی دفاع میکنه و میگوید که مادر شاه یهودی بود، میگوید که خون یهودی در عروق شاه جاری بود. آیا اون زمینه فرهنگی و باورهای سنتی که بهش اشاره کردید، این زمینه نبود که روح الله خمینی ازش استفاده کرد و آمد و علیه اسرائیل رو به یکی از دشمنان اصلی اسلام، فلسطینی ها و عرب مبدل کرد؟ بدون تردید، به خاطر همین گفتم آقای امیر که مشکل ما یک مشکل دیرینه هست، بر نمیگرده به 100 یا 200 سال گذشته. ما قرن ها هست که در ایران با علم، با اندیشه سنجشگر قهر کردیم، خداحافظی کردیم. حتی هنوز هم یکی از بزرگترین مشکلات مردم ایران رسانه های فارسی زبان در خارج از کشور هستند. اگر شما انسان رو از آگاهی محروم کنید، از آگاهی محروم هست. از روزنامه، از رادیو محروم کنید، از آگاهی محروم هست. اما اگر شما انسان رو در معرض آگاهی های غلط، میس اینفورمیشن قرار بدید، بسیار خطرناکتر میتونه باشه. و مردم میهن ما مرتب در معرض ناآگاهی بودن یا میس اینفورمیشن، و اون ادامه داره کماکان. اگر شما سر بزنید به درون اسرائیل، من خودم به عنوان یک ایرانی وارد اسرائیل میشم، یهودی نیستم، 4 دفعه دعوت شدم، باور کنید در فرودگاه اسرائیل لحظه ای من رو متوقف نکردن. اما خود اسرائیلی ها رو میدیدم، یا ایرانیان یهودی که ساعت ها در فرودگاه اونها رو سینجین میکردن به خاطر مسائل امنیتی. و زمانی که در اسرائیل بودم همینطور، کافه که میرفتم، رستوران که میرفتم، با همکارانم که بودم، با هر کسی، با راننده تاکسی، عشق به ایران رو واقعا در اسرائیل من میدیدم. خاطرم هست در یک جای سخنرانی میکردم، یک خانومی دستشون رو بلند کردن، گفتن که من 30 سال هست که در ارتش اسرائیل میجنگم، 30 سال. اما امروز با گوش کردن به صحبت‌های شما میخوام با صدای بلند اعلام کنم که من کردم و من اهل ایرانم. و یک سخنرانی هم داشتم، سالن پر شده بود آقای امیر، یعنی جای سوزن انداختن نبود. و من به ناگاه نگاه کردم، دیدم که اون ردیف اول، حتی افرادی که ارتودکس بودن، ارتودکس های یهودی، اشک در چشمانشون بود زمانی که از تاریخ ایران صحبت کردم، زمانی که پر زدم به گذشته های دور. یعنی شما مرتب شاهد این عشق میان ایران و کشورهای دیگه و به خصوص اسرائیل هست. مرتب خود من شاهد اون بودم، از نزدیک شاهد اون بودم و هنوز هم با اونها در ارتباط هستم. و خاطرم هست که دوستان اسرائیلی به من گفتن که اگر اینقدر به این همکاری اعتقاد داری و ایمان داری، چرا تا به کنون هیچ مقاله‌ای در اسرائیل چاپ نکردی؟ و به خاطر همین یکی از مطالعاتم رو که با همکاران فرانسوی در فیلیپین انجام داده بودیم، به یک مجله علمی در اسرائیل فرستادم و اونجا به چاپ رسید. و بعد خودم برای مدتی سردبیر مهمان دو مجله بودم در فرانسه و دعوت کردم از دانشمندان ایران و دانشمندان اسرائیل که در این دو مجله مقاله بنویسن. و چقدر مورد توجه دوستان فرانسوی قرار گرفت و چقدر موفق بود. منظورم این هست که عجیب آگاهی، عجیب فرهنگ کارگر هست و عجیب ضد فرهنگ هم میتونه وارد میدون بشه و حیات بده به تمجید، به ترس، به تقدیس، به اعجاز. روی اینها هست که این رژیم سرمایه گذاری کرده، روی ضد فرهنگ سرمایه گذاری کرده. و باز تکرار کنم که اگر شما آدمها رو از فرهنگ و آموزش، آگاهی محروم کنید، به سادگی، به راحتی به حالتهای ابتدایی خودش برمیگردن. خلخالی یک موجود ابتدایی بود، روح الله خمینی یک موجود ابتدایی بود. اما یادتون باشه که همین روح الله خمینی نخستین فضانورد مسلمانی بود که بدون فضاپیما به کره ماه رفت و تحصیل کردگان ما، مدرکداران ما، نه کشاورزان ما، نه پدر بزرگها و مادر بزرگان ما، نخستین کسانی بودند که بدون تلسکوپ این فضانورد مسلمان رو در کره ماه دیدند. آقای نوذری، چرا از دیدگاه شما اسرائیل و ایران باید با هم دوست باشن؟ هر کشور یک خصوصیاتی داره. برای مثال در ایران ما دارای مشکل آب هستیم، اما هیچ اشکالی نداره که ما دارای بیابان باشیم، هیچ اشکالی نداره که ما دارای نفت و گاز باشیم،
هیچ اشکالی نداره که ما در زمینه کشاورزی نیازمند باشیم. اینتراکشن، تعامل، برهمکنش، رفت و آمد، گذار، آینده سرزمین ها در گروه دوستی و رفاقت هست. آینده سرزمین، آینده ایران ما هم همینطور هست. بسته به این داره که شما از چه دریچه‌ای به کشور خودتون نگاه کنید. قرار نیست که هر کشوری از تمام زوایا که شما وارد میدون بشید خودکفا باشه. نه، ما نیازمند به همدیگه هستیم. ما نیازمند به حمایت از اکوسیستم ایران هستیم. ایران نه تنها در مناطقی حاصلخیز هست، نه تنها دارای نفت و گاز هست، نه تنها دارای توریسم میتونه باشه، اما ایران دارای گنجینه انسانی هست. بزرگترین گنجینه ما گنجینه انسانی ما هست. و در ایران ما یهودیان ایرانی اقلیت نیستند. چه واژه بدقواره و زشتی این اقلیت. واقعا من آلرژیک شدم به این واژه اقلیت یهودی. زمانی که شما از اقلیت صحبت میکنید یعنی که شما مهمان هستید، موقتی اینجا هستید. اما حضور یهودیان در ایران برمیگرده به هزاران سال پیش. به راحتی تلمود در ایران به نگارش آمده. برجسته ترین ایرانیان یهودیان ایران هستند. و ما به خاطر این واژه های غلطی که استفاده کردیم در طول تاریخ ذهن جوانان خودمون رو آلوده کردیم. و به خاطر همین هم هست که مهم هست ما چراغ راه جوانان ایران باشیم. پل بزنیم به گذشته های دور. بریم به میلیون ها سال پیش. بریم به آفریقا، زمانی که گذشتگان ما یک سفر جانانه رو واقعا آغاز میکنن بالا 100,000 سال پیش. بارها در این مورد در مصاحبات خودم صحبت کردم. به دنبال یک سفر 40,000 ساله به ایران ما میرسن. اما همین ایران ما حدود 400,000 سال پیش شاهد حضور نوع دیگری از انسان هست که در رشته های البرز ما شاهد حضور اون انسان هستیم. بنابراین اگر شما زمانی که سر میزنید به گذشته، زمانی که با دریچه علم سر میزنید به گذشته، با دریچه علم، با یک اندیشه نقادانه سنجشگر سر میزنید به گذشته، میبینید که به راحتی میتونه آینده ما رو روشن کنه. به راحتی ایران میتونه این پرتگاه رو پشت سر بگذاره. و یکی از اون مسائل شناخت یهودیان در ایران هست و دوری کردن از این واژه ها. اقلیت ارمنی، اقلیت بهایی، اقلیت بی خدا، اقلیت یهودی. ما اقلیتی در ایران نداریم و این زیبایی ایران هست. ایران یک کشور ساختگی نیست مانند پاکستان. ایران یک کشور مصنوعی نیست مانند بسیاری از کشورهای همسایه. ایران یک کشور قدیمی هست، فرهنگ ایران قدیمی هست و یهودیان ایران پاسدار فرهنگ ایران، موسیقی ایران، ترانه در ایران، سیاست در ایران و مرزهای ایران بوده و هست. سپاسگزارم دکتر حسام نوذری. وقت ما تمام شد ولی صحبت ما تمام نشد و من این حق رو برای خودم محفوظ می‌دارم که باز از شما دعوت کنیم از دیدنی‌ها، شنیدنی‌ها و اندیشه‌های شما در رابطه با ایران و اسرائیل آگاه بشیم. سپاسگزارم. با کمال میل. ممنون هستم. با امید دیدن. خواهش می‌کنم.